یکی شبیه راه پاکان می شود، از سیر و راز هر دو عالم آگاه می شود. کسی که به علم تقلیدی مشغول است، او در جهالت است و احوال است و بی نور است. ما در بیرنگی کل رنگ ها را یافتیم، ما در بی خودی خدا را یافتیم. ما مجنونیم و بلیلی دل داده ایم، هر دو عالم را به یک جرعه می ناب داده ایم. حکیم نشوی تا به باغ دل نرسی، مؤمن نشوی تا به حضور دل نرسی. از عشق و جنون تو را خبر نیست کنون، تا عاشق نشوی به قدر ایمان نرسی. ساقیا شرابم ده که می تازه کند دلها را، عطر گل ریحان دوا کند هر دلی بیمار را. من در حالت مستی حقیقت بین شدم، از می ساقی جان این قدر عاقل شدم. ما را یک جرعه از می ناب حلال است امشب، در مذهب عاشقان باده حلال است امشب. ما مجنونیم و روز و شب یاد لیلی داریم، ما در جان خیش کسی را جز عشق لیلی نداریم. عشق بحری است که حد و کنار ندارد، مردم گلخور از او اثری ندارد. ما قایقرانیم که در بحر عشق شنا داریم، ما فقیرانیم که جز عشق دیگر سرمایه نداریم. الحمدلله که مرا به عالمی دیگر بردی، بیگانه زیدونم کردی و به عالم جانم بردی. هر که قدم به عالم غیب می نهد، او همه گنج و گوهر را از جان خیش می گیرد. از ساقی جان می بسیار خواستم، علم نهان و عشق بسیار خواستم. عاشقان را عقل و خیرت مولا نیست، هر که جاهل است حرف من با او در کار نیست. ما با زبان دل حرف می زنیم، از باغ علم و معرفت گپ می زنیم. ما مریدان خالق و جباریم، ما از توحید و از عشق حرف می زنیم. هر تخمه صحرای خود را می جوید، هر گل بلبل خود را می جوید، هر جان قوت خود را می جوید، یک دین و دیگر کفر را می جوید. آن تخمه که تو امروز در جانت می کاری، خشت است که دیوار خانه خیش را می سازی. هر آن موجی که در جان وارد می شود، باعث بخت و بدبختی مشتری می شود. قوت بهترین جان جز حرف قرآن نیست، غیر ذکر حق دل و جان را دوای نیست. آن جانی که با قرآن زیست قرآن می شود، آن جانی که در کفر زیست رسوا می شود. ما سفر در عالم دل داریم و به گل کار نداریم، ما سیاه عالم جانیم و به رنگ و ظاهر کار نداریم. ما ره گذریم و مکان ما دیگر است، ما به خدا دل داده ایم و مقام ما دیگر است. آن کس که از شراب کوثر یک جرعه نوشید، تا روز حساب هوشیار و آزاد بزیست. این می نصیب هر ناکس نیست، و از جانب شاه است و از این عالم نیست. عقلی که چشم دلی کور دارد، در جهل است و نور ندارد. گمراه کسی است که در غم دل نیست، بدبخت کسی است که در راه دین نیست. جانی که با جانان میل ندارد مرده است، نابینا و جاهل و بیمار و در پرده است. جاهلان جانهای خیش را قوت حرام می دهند، عاقلان جانهای خیش را حرف قرآن می دهند. تا چشم دل و جانت بینا نشود، تو جاهلی، نابینا و احول و از حقیقت حال غافلی. جهد کن تا چشم دلت بینا شود، پس از آن حقیقت این دون به تو عیان شود. هر که در جهل و تاریک زیست تاریک مرد، هر که با دین مبین زیست هرگز نمرد. آن دلی که عاشق جانان بود، در هر دو عالم
زنده و جاویدان بود. تو در لب آبی و چرا تشنه می نمایی؟ تو جوهر زاد داری و چرا بدبخت می نمایی؟ آن کسی که در چاه دون رفت تشنه و بدبخت می شود. آن کسی که در غم جانش بود سالم و خوشبخت می شود. با تو این جهان نیرنگ و بازی می کند. با مکر و تلبیسش تو را جاهل می کند. دنیا طلبان همگی در دام شیطان فتاده اند. راه دل را گم کرده اند و این بازی را باخته اند. عزت فرمایید یک دو حکایه نقل کنیم. یک حکایه حضرت فردیناتور، حکایه نامش دیوانه خاموش نام دارد. یک دیوانه بود در شهر بغداد زندگی میکرد که به یگان کس گپ نمیزد. ای قفای می کاروش می رفت به یگان کس گپ نمی زد. یک مردی از ای پرسید چرا تو به یگان کس حرف نمی گویی، با مردم گپ نمی زنی؟ دیوانه گفت که حرف با کی گویم؟ میگه این مردم پاسخی مرا نمی فهمند، چرا بیهوده من حرف زنم؟ چوتی گفت او کیان این قوم مردم، که مردم آن بود که از تعازم مرد باید. غمی دیو و غمی فردا نبود، زیکاری بیهوده سودای نبود. غمی نامده هرگیز ندارد، زیرفتی خیش را عاجز ندارد. گرد امروز از فردا غمی هست، به نقد امروز عمرت دادی از دست. مخور غم چون جهان با غم بیغم گسار است، وگر غم میخوری هر دم محال است. چه خواهد بود آخر زین بدتر نیز، که صد غم از تو می آید دیگر نیز. بدوگر شاد می باشی زمانه، تو داری نقد شادی ای جهانه. وگر نامش نگرایی یک زمان تو، چو بدنامی براندازی بر زبان تو. بینید که بهترین است، یعنی که در برای اون که آما خلق دیگه خیر می فهمه، آدم هایی که در راه طریقت هستن اونوی گپوی برای نمی فهمن، در برای غم دنیا را خوردن است. یعنی که ما داریم حاضره، گذشته و آینده. اگر میگه غم دینایره تا بخری، فردات همون غمی که تو میخریش در درونت همو باته میگرده میبه. یعنی که معنو نداره غمی گذشته را، امیر کاری که گذشته است، کاری گنده گذشته تا دیاد نیار. همه زیشتی هایی که در حیاتت بودن استوریش تاریخش نبردار، اکبه نقل نکده دیگر رو. برای هر اون چیزی که ای بدی حیاتت در گذشته بود، اگر حاضی بگویش بعد آیندت همون میشه. و با آینده هم غمش نخ میگه. غمی نامده هرگیز ندارد، زیرفتی خیش را عاجز ندارد. غمی که نامده و یا نخ فایدت نداره میگه. انا او غمی که رفتگی های او را می نخو که فایدت نداره. گرد امروز از فردا غمی هست، به نقد امروز عمرت دادی از دست. اگر امروز شیشتگی به غمی فردا را میخری، غمی فردا را میخری، عذاب میکشی. آره نه اومده او روز تو اوجه غم چه خود دسته عمرت ایدیس دادی. میگه مخور غم، میگه چون جهان بیغم گسار است. وگر غم میخوری هر دم محال است. این دنیا میگه جای غمگساری بیغمگسار است. میگه یعنی که فایده نداره غمی وای خوردن. خاصیت دنیا همی است. این میلیون میلیون آدمو غمی دنیا را خوردن، مردن، دف شدن همش، یکی موندن همو چیزو چوره شده همیجا، غمو خطیب رفتن. وگر غم میخوری میگه بفایده غم خوردنی تو. چی خواهد بود آخر زین بدتر نیز، که صد غم هست و می آید دیگر نیز. دنیا زندگی آدم پست بلندی دارد، هست بالا رفتن است، رنگی همون امپلیتود داده بالا می روید با پایین می فروید.
هر یک آدمی که در این دنیا زندگی میکنه حتما غم داره، بویش بو غمش ای کمغل دا بیچاره، کمغل غم داره، بویم غم داره، همه در این دنیا غم دارن. و چی خواهد بود آخر زین بدتر نیست که صد غم از تو می آید دیگر نیست. یعنی که آدم باید فهمه که غم ها در این دنیا همیشه می شوند و غم همیشه خودن در کار نیست که محال است، فایده نداره. وگر نمی خوری غم هر دمت محال است، هر یک نفسی کشیدگیت محال است، خالی است، بی معنا است. یعنی که آدم خیرتمند غمی باید امروز نخره، غمی فرداش نخره، غمی گذشته نخره، حاضرش در زندگی کنه، حاضرش وقت چوک نه، حاضر وقت چوک باشه، دل تازه باشه، با خداوند غفور رحیم دل تبسته باشی، خداوند در دوست بداری، دیگه چی غم میخری؟ این دنیا هم نمی خاصیت دنیا همیه که غم میتی آدم غم. باید بفهمی که این خاصیت همیه. یگان آدم های دنیا به غم نمیمونه. بهترین حکایه است. یزد فرمویه حکایت گه حکایه خیدون نقل کنیم. کودک که در جنگل گم شده است معنی داره. روز یک کودک بازی میکنه در همون نزدی همون جنگل زندگی میکنه و همونجا یک گم میشه، همونجا میره همونجا تماشا کرده فراموش میکنه راه میره و یک اوهوی خشوره میبینم، اوهو را در بالا سوار میشه، اوهو در پشتش میگره میبرش، میبرش به همون قوم اوهو قطعی زندگی میکنه یک دو سال زندگی میکنه، همون اوهو را گپ شایدش میگیره همه چیزا قطعی هم اوهو بعد زیخ میشه و زبانی اوهوی اوهو را یاد میگیره، اوهو را میگه که بیا برم پیش پدر مادرم که ببینم در چه خل زندگی میکنه، خبرشو بگیرم. بعد اوهو در پشت سوارش میکنه میبیارش به کنار جنگل و میفرورش. بعد خودش میگه که من یکو وقت میبیام همجا خبرت میگیرم. بعد این پیش پدر مادرش میبیاد، پدر مادر خرسند میشوند، یه دو روز مهمونیش میکنن، بعد میبرن در کودک خونه در دیز کیسد میسپرنش. وقتی که اوجا میره کودکی که در آزادی زندگی است، در خوبی در بین او کودکایی که حقارت میکنن، دشنام میکنن، جنگ میکنن، میغلطه، معلول میشوند. بعد پدر مادرش میگه پدر مادر من نمیخوام قطعی آدم ها زندگی کنن که آدم ها همه وقت معلول میکنن یا دیگر شد. جماعه قوم آهوا به من مخول شد، میخوام قطعی هوایا همون حیوان ها قطعی زندگی کنم، قطعی آهوا زندگی کنم که اونها رنگ آدم ها من معلول نمیکنن. و همین خیل بعد یک روز با در اون پیش جنگل میبره آهو میبیاد میگیرد میبرش، دیگه تماما پیش آدم ها نمیبیاد. یعنی که وقتی که آدم جانش تازه میکنه، جانش در یک موج دیگه نثار میکنه به ظاهر، وقتی که در بین ناکسان در این شیطان خونه که میدروی معلول میشه، برای که همون موج ها در جان تازه وقتی که میزنن موج کفر و موج گپای باطل، دل زیق میشه و معلول میشه. و بعد آدمی که خیردمند است میخواهد جماعه آدم های رب که او ای خدا خبر دارد، عاشقان خدا هم گپی باطل نمیزنند و ای خیلی جماعه را میکوه. اگر جماعه را نیابد در خلوت میروه، مجرد میشود، دور میشود. بسیار از حضرت های بودن که ای جماعه دور شدن و در کوهستان رفتن خانه کردن، کلبه خچوه کردن، با سگ پشک با حیوان ها زندگی کردن، ای آدم ها دور شدن، برای که جماعه که فساد رفت، در کفر رفت، فکرش ویران میشه، ذکرش ویران میشه، عملهاش زشت میشون و همی خیل تاریک میشه همون قوم. انشاءالله ایکایا زیاد هستن، فرصت اومد با شما با پیشنیاد میکنیم. انشاءالله خداوند غفور و رحیم نیادارت باشه، در امان خدای تعالی باشه. خدا حافظ.